در آستانه عید مبعث هستیم که بزرگداشت بزرگترین حادثه تاریخ است. مبعث یعنی که آسمان هرچه گفتنی برای بشریت داشت از طریق بزرگترین قلب بشری که قلب مقدس پیامبر اکرم بود با بشر در میان گذاشت. بعثت و خاتمیت یعنی دیگه حرفی نمانده که خدا باید به بشر بگوید الا اون که از طریق پیامبر اکرم گفت. اون چه باید از طریق آسمان به ما میرسید رسید. بعد از این دیگه عقل و تجربه و تلاش و مجاهدت ما در چارچوب وحی و در راستای آموزه های بعثت پیامبره که ما رو میتونه در دنیا و آخرت به رستگاری برسونه. و اگر او پیامبری است برای همیشه و برای همه بشریت با هر نژاد و ملیت و جنسیتی، دلیل اصلیش همین است که دیگه قبل و پس از ایشون دیگه هیچ کس نه توانسته و نه خواهد توانست به اندازه‌ای که ایشان ارتفاع گرفت ارتفاع بگیره و نتونسته و نخواهد توانست به اندازه‌ای که ایشون اخبار از عالم غیب آورد، خبر جدیدی از عالم غیب، خبری بیش از آنچه محمد ابن عبدالله آورد بیاره. منشأ همه برکاتی که بر جهان اسلام باریده و بر بشریت بعد از اسلام ساحت قدس پیامبر اکرمه و منشأ همه شقاوت ها و بدبختی های ما مسلمون ها، انحطاط هامون، ذلت هامون، فقر و فلاکتمون، تفرقمون، عقب افتادگیمون، دوری از تعالیم پیامبر اکرم، فاصله گرفتن از تعالیم ایشون. این اصلی ترین جمله است که من میخوام امروز با شما در میان بگذارم. همه اون چه که میخوام بگم برمیگرده به همین جمله‌ای که در آغاز عرایزم با شما در میان گذاشتم. همه برکات از اوست. قرآن یکی از برکات وجودی پیامبر است که اگر ایشون نبود دیگه هیچ ظرفی در این عالم نبود که ظرفیت وحی و ظرفیت اون مظروف رو داشته باشه. اگه قلب پیغمبر نبود هیچ چیز دیگه این ظرفیت رو نداشت تا این تعالیم رو به بشر بتونه منتقل کنه. یکی دیگه از برکات پیامبر اهل بیت اوست که اگر اون نبود ما از اهل بیتش هم محروم بودیم، چون ما برای اهل بیت پیغمبر مستقل از پیغمبر اصالتی قائل نیستیم. اگر کسی با تحت عنوان فرهنگ شیعی یا ادبیات شیعی اهل بیت پیغمبر رو از خود پیغمبر یا از قرآن بالاتر بنشاند شیعه نیست. در فرهنگ شیعه اهل بیت پیغمبر پروانه ها یعنی دور شمع وجود خود پیغمبر اکرم. ما اگر از علی تا مهدی سلام الله علیه اجمعین براشون حجیت و اعتبار قائلیم، برای که اونها رو اوصیای پیغمبر و مفسرین قرآن میدانیم. جدا از پیغمبر و قرآن اهل بیت برای ما اصالتی ندارن، ولی همه اصالت ها مستند است به نص الهی و نص پیامبر اکرم در این مورد. بنابراین این برکت هم منشأش خود پیامبر اکرم است و اصل پیغمبر است، همه چیز فرع اوست. قرآن و اطرت رو پیامبر به مسلمانان سپرد و رفت و گفت مراقب باشید که بین قرآن و اطرت جدایی نیفته و متاسفانه این جدایی افتاد و تمام صدماتی که مسلمین شیعه و سنی خوردن و داریم میخوریم ناشی از جدایی انداختن بین قرآن و اطرت. بعضی از جوامع اسلامی قرآن منهای اطرت رو گرفتن و از روح قرآن دور افتادن. بعضی جوامع قرآن و سنت پیغمبر رو ترک کردن، گفتن ما شیعه اهل بیتیم، ولی قرآن و سنت پیغمبر در اون جوامع کمرنگ شد و نمیشه کسی شیعه اهل بیت باشه اما قرآن و سنت پیغمبر در اون جامعه زنده و مرکز نباشه.
اگر جامعه‌ای از اهل بیت بدون قرآن و سنت پیغمبر حرف بزنه با اهل بیت هم آشنا نیست، برای که اهل بیت شاخه این رو ریشه قرآن و سنت پیغمبر. این باعث شد که مسلمانان شیعه و سنی دچار انواع افرادها و تفریدها و قالیگریها، افرادیگریها و فاصله گرفتن از دو سنت اصلی آموزه های پیامبر که امروز بهش میخوام اشاره کنم، یعنی عقل و عدل، باعث دوری مسلمین از عقل و عدل شد و همه سر اصلی انحطاط ما مسلمان ها در این دوران در قرنهای متأخر ترک عقلانیت اسلامی و عدالت اسلامی است. فاصله انداختن بین قرآن و اطرت و دور شدن از آموزه های اصلی مبعث. من بحث خاتمیت رو و اینکه ایشان این بزرگوار رو پیامبری برای همیشه دانستیم، در جاهای دیگری نکاتی رو عرض کردیم و دوستانم میدونن نظریات خود شما هم دارید در این باب حتما. من اونجا نمیخوام به همه مبحث خاتمیت اشاره کنم. خاتمیت بحث بسیار وسیع است. یه جای دیگه هم عرض کردیم که اولا خاتمیت، اینکه پیغمبر را پیامبری برای همیشه بدانیم، معنیش اینه که شما سه خصوصیت برای اسلام و تعالیم پیغمبر قائلید: یک، حقانیت، دو، جامعیت، سه، کمال. جامعیت و کمال و حقانیت اینا به هم مربوطن، اما سه چیزه. ما وقتی قائلیم که پیامبر خاتم الانبیاس و این دین خاتم الادیانه، یعنی به حقانیت، جامعیت و کمال این دین و آموزه های اسلامی معتقدیم. سر خاتمیت رو هم بزرگان اسلام گفتن. من این سر رو به چهار دسته تقسیم کردم و به بخشش جای دیگه اشاره شده. یک، سر خاتمیت برمیگرده به شخصیت خود پیامبر اکرم، یعنی یک کسی باید این وسط پیدا میشد که قدرت انتقال بیشترین حد معارف الهی رو با ظرفیت انسانی داشته باشه و اون شخص، شخص پیامبر اکرم بودن. قبل از او چنین ظرفیتی و چنین شخصیتی نبوده و بعد از او هم نخواهد آمد. هیچ کس بالاتر از او نمیتونه ارتفاع بگیره و از اون بالا نگاه کنه به حقایق و مشرف بشه. اشراف نبوی بالاترین اشراف و یک سر خاتمیت شخصیت خود پیامبره. یک سر دیگر خاتمیت مخاطبان پیغمبر بودن، یعنی بشریت در دوره پیامبر در هزاره قبل به یک بلوغ نسبی رسیده که قبل از اون نرسیده بود. تو همون هزاره است که تقریبا خط و هزاره، هزاره قبل‌تر و همین اواخره که خط پیدا میشه و بشریت قدرت نقل و انتقال مکتوب آثار خودش و تبادل و تفاهم فرهنگی و فکری و حفظ دستاوردهای انبیا رو پیدا میکنه. قبلا اینجوری نبود. البته خاتمیت هم درست بفهمیم، چون خاتمیت رو مخالفان خاتمیت، یعنی کسانی که جامعیت و حقانیت و کمال اسلام رو قبول ندارن و پیامبر رو یه پدیده تاریخی میدانن، نه یک انسان و یک مرد الهی فرا تاریخی، اونا خاتمیت رو بعضیشون سریع انکار رو میکنن ولی تحریف میکنن. میگه خاتمیت رو ما قبول داریم، منتها به این معنا که دوره دین ختم شده. ما خاتمیت رو قبول داریم، اما نه به معنی ختم نبوت تشریعی، بلکه به معنی ختم دوره دینداری و دیانت. وقتی ما میگیم بلوغ نسبی بشریت، اشتباه نشه با اونایی که گفتن و میگن که بله دیگه بعد از پیغمبر اکرم بشر بالغ شده، آدم بالغ عاقل احتیاجی به مربی و معلم نداره، ما دیگه فارغ التحصیل شدیم، احتیاجی به پیغمبر نداریم. خاتمیت یعنی اینکه بشریت از پیغمبر و دین دیگه چیه؟ بی نیازه. این معنا از خاتمیت تحریف خاتمیته. خاتمیتی که مسلمان ها بهش معتقدن این نیست. خاتمیتی که ما بهش معتقدیم و یه سر اون و یک سر اون بلوغ نسبی بشریته، اینه که بشریت به حدی رسید در دوره پیامبر اکرم که میتوانست بشنود و کسانی، نه همه، کسانی در این دوره تاریخی میتوانستن به وجود بیان که این رو، این سر بزرگ الهی رو حفظش کنن و این میراث بمانه. ولذا شما میبینید همه ادیان قبل کتابهای آسمانیشون دست خورد، تصرف شد، کم و زیاد شد.
اما این دوره است که بشریت به این حد رسیده که میتواند قرآن رو که کلام الهی است حفظ کنه و دیگه نگذاره چیزی به قرآن اضافه یا از اون کم بشه. و بلایی که بر سر انجیل و تورات، عهدین و متون مقدس قبلی ادیان الهی و ابراهیمی بود، بر سر قرآن کریم بیاد. اینم یه سر خاتمیت. اما سر سوم و چهارم خاتمیت من امروز میخوام به اون بپردازم. یه سر برمیگرده به این که پس یک سر خاتمیت شخصیت خود پیغمبر بود، یک سر، یک بلوغ نسبی در بشریت دوران پیامبر، یعنی مخاطبان پیغمبر، جامعه انسانی در همین هزاره قبل. سر سوم خصوصیت خود تعالیمی است که پیغمبر آورده. یعنی اصلا اسلام یه جوری طراحی شده که ماندنی است، میتونه ماندنی باشه، ابعاد ثابت داره، ابعاد متغیر داره، عنصر اجتهاد و عقلانیت رو به رسمیت شناخته، مطابق با فطرت بشری است و خصوصیاتی که حالا وارد اون نمیخوام بشم. یه بعدش هم برمیگرده پس به خود ماهیت اسلام و به خصوص دو عنصر مهم در اسلام به عنوان ارکان اسلام تعبیه شده، یکی عنصر عقل و عقلانیت و یکی عنصر قسط و عدالت. اینا جزء ارکان آموزه‌های نظری و عملی اسلامه و این دوتا جزء ارکان خاتمیت هم هست. یعنی اگر اسلام منهای عقل و منهای عدل می بود نمیتونست دین خاتم باشه. پس یه سرشم مفاد خود اسلامه. سر چهارم خاتمیت برمیگرده به اوصیاء پیامبر اکرم، اوصیاء خاصش که اهل بیت ایشانن و اوصیاء عام پیامبر که کیان؟ علماء با تقوا و فاضل و صالح دین، علماء مجاهد و عالم، علماء عامل. اینم یعنی خداوند رو علماء صالح حساب باز کرد که خاتمیت رو در عصر پیامبر طراحی کرد. یعنی یه جزی از پروژه خاتمیت علماء صالح هست، عنصر اجتهاد، علمایی که عنصر عقلانیت اسلامی رو زنده نگه دارن و پرچمدار عدالت اسلامی باشن در دنیا. العلماء ورثه الانبیا معنیش همینه. علما باید میراث انبیا، یکی پرچم عقل، عقلانیت دینی است، یکی پرچم قسط و عدالت اسلامی است. اگر علما ورثه و وارثان انبیا هن و این دین باید دین خاتم و همیشگی بمانه، سرش همینه. خدا و رسولش روی علماء صالح، یعنی روش شما و آینده شما انشاءالله حساب کردن. اگر منهای شما، منهای علماء صالح که شما باید علماء صالح اقوام خودتون باشید انشاءالله، اگر این بود حتما خاتمیت اتفاق نمی افتاد، تضمین نمی شد. و نوع مطالعات اسلامی که باید چه جهتگیری هایی داشته باشه. من میخوام به همین درکن اخیره خاتمیت که الان گفتم اشاره کنم، راجع به اینا یه مقداری با شما نکاتی رو در میان بگذارم. که اوصیاء عام نبی که علماء صالح و فاضل و مجاهدن، چه خصوصیاتی در مطالعات اسلامیشون باید رعایت بکنن تا خاتمیت زیر سوال نره. اسلام متهم به ناکارآمدی و ضعف نشه. مسلمان ها متهم به ارتجاع و عقب افتادگی و قشریگری نشن. مطالعات اسلامی چه خصوصیتی باید داشته باشه و چه جهتگیری که در راستای خاتمیت باشه؟ و خواهم گفت که باید معطوف باشد به عقل و عدل. اگر این نباشه خاتمیت حتما مشکل داره، مشکل پیدا میکنه. به بعضی از سوالات اساسی خاتمیت نمیتونیم جواب بدیم بعد، چون یک دین جامد و منجمد نمیتونه دین همیشه باشه و پیامبرش پیامبری برای همیشه باشه. کجای دین این دینامیزم تعبیه شده؟ و چون شما مشغول مطالعات اسلامی هستید، من میخوام به اون کیفیتی اشاره کنم که اگر در مطالعات اسلامی ما رعایت بشه میتونه کاملا ثابت بکنه که رسول اکرم پیامبریست برای همیشه و دین او لیاقت و صلاحیت تربیت و اداره بشریت رو برای همیشه داره، به شرطی که همون دو قید، یعنی عقلانیت اجتهادی و قسط و عدالت، در مطالعات اسلامی ما فراموش نشه. فقه و کلام و اخلاق ما باید معطوف به این دو هدف طراحی بشه.
این قطب نما باید همیشه دست ما باشه. اگر فطر، اخلاق و کلام